نظامیان آمریکایی در افغانستان دور از خانواده‌هایشان روز آزادی آمریکا را جشن می‌گیرند. کشوری که طولانی‌ترین نبردش در افغانستان هنوز هم ادامه دارد. اما یکی از نیرومندترین سیاستگر آمریکایی به کابل آمده است تا روز آزادی آمریکا را با آنان یکجا جشن بگیرد. او را چهار سناتور بلندپایه جمهوری‌خواه دیگر همراهی می‌کنند. این سناتوران پس از دیدار از اسلام‌آباد و وزیرستان به کابل آمدند. ما به پاکستان گفتیم که پناهگاه های امن گروه افغانی برای ما قابل قبول نیست. اگر پاکستان رفتارش را تغییر ندهد ما هرگز پاسخ درست را نخواهیم گرفت. اگر این کشور رفتارش را تغییر ندهد شاید ما رفتارمان را در برابر پاکستان با عنوان یک ملت تغییر دهیم. اما درباره خشونت های روزافزون و پیشروی طالبان در افغانستان نگران هستند. یک چیزی که پس از این دیدار با رئیس جمهور ترامپ خواهم گفت این است که یا تمامی نیروهای آمریکایی را از افغانستان بکشد، زیرا این نیروها نمیتوانند به تنهایی وظیفه را انجام دهند و یا این شمار آنان را افزایش بدهد. من فکر میکنم که نیروهای بیشتر آمریکایی و ناتو با نقشهای بیشتر تهاجمی و بهره برداری از نیروهای هوایی آمریکا بنبست جنگ را خواهند شکست. تنها با فعالیت‌های جنبشی جنگ را بردن نمیتوانیم. با یک رویکرد دولتی باید به این بحران بپردازیم. وزیر خارجه هر چیز زودتر باید به افغانستان بیاید. به باور این سناتوران نیروهای آمریکایی در جنگ افغانستان باید تهاجمی عمل کنند. زمان برای یک راهبرد فرا رسیده است. ما به راهبرد نیاز داریم تا نقشمان را در افغانستان تعریف کنند و این هدف ما را مشخص کند که چگونه از یک جای به جای دیگر میرسیم. این سناتوران بارها پناهگاه های امن هراس افغانان را در آن سوی خط دیورند به صلح و ثبات افغانستان خطر جدی خواندند.